در یکی از روستاها که تنها 30 نفر بله 30 نفر زندگی میکردن، یعنی 30 نفر در اونجا حق رأی داشتن، اما 399 نفر رأی دادن. من نمیدونم، اما خود اهالی اون روستا توضیح میدن. با هم نگاه میکن. اهالی روستای ما، روستای شارقان، بخش مرکزی، جزء بخش مرکزی القراته که حدود 7 خانوار بیشتر جمعیت ساکن در روستا نیست. از اونجایی که این افراد دیگر اعضا تعدادی ناشناخته آورده بودن به محل که اومدن رأی گیری کردن، که حتی متوجه شدیم امروزه که آمار آرا به 399 نفر رسیده است. بودن ما با هم رفتیم بخشداری. فعلو آقای بخشدار گفته کس غیربومی حق نداره رأی بده. و ما مراجعه کردیم به فرمانداری. آقای حسن پور معاون امور سیاسی بازم به ما گفته کس حق نداره بیاد رأی بده غیربومی. بعد که ما مراجعه کردیم روز رای گیری آقایون رفتن 400 نفر 399 نفر از بیرون آوردن رای گیری کردن. بعد ما در صبح به نماینده فرماندار که آقای مرادی بوده مراجعه کردیم. آقای مرادی تخلفه گفته به شما مربوطی نیست. نگاه نکردن که تو شناسنامه ای آقایان کجا هست که مثلا با آقای نیبندان، آقای جاهای دیگه، کد ملیشون خودش نماینده نگاه نیست. من توضیح بدم از روی کد ملی افرادی که اومدن رای گیری کردن، پس اینا یک سوء نظری دارن، یک سوء قصدی دارن که اومدن با این گونه فعالیت میکنن، با این جمعیت کم بیان مثلا آرای بالایی که 390 نفر بر روی دولت تحمیل بشه. دولت بعد چندین دفعه آرا کم اومده که رفتن از صندوق های دیگه تهیه کردن آوردن. شورای قبلی آمار جعلی دادن، اگر آمار دارن آمار اشتباه دادن به روستا که جمعیت ما اینقدر هست. جمعیتی نداریم که حد اکثر نفرات ما به 30 نفر هست. یعنی امروزه اگر نمیرسه، من با حد بالاشو میگم که الان اگر برن در روستا آمار بگیرن، توجه کنن، بهم سوال کنن از اهالی که ساکنن، آقا چند خانوار تو روستا زندگی میکنن؟ خانم گفت مثلا 7 خانوار. خب چطور میشه با 7 خانوار جمعیت 400 نفر، حدود 400 نفر جمعیت بیاد اونجا رای بدن؟ پس این رای باطل نیست. وقتی مملکت به اینجور بی مدیریت باشه چه به درد میخوره؟ این شوراش چه به درد میخوره؟ و دوم از این آقایون که الان این همه را بردن، چه نقشه‌ای دارن برای روستا؟ چه نقشه‌ای دارن؟ چون که خود آقایون هم در زمین ملی دارن ساخت ساز میکنن و همه در زمین مزروعی دارن تصرف کردن.